تعطیله. چی تعطیله؟ سلام آبجی. چه عجب از این برا؟ گذر پوست به دباخونه میفته. انگار از قدم تو داره گرد و خاک میشه. از گرما کلافه شدم. یه استکان چای میدی؟ مقصد بلنده. یه دقیقه دیرتر اومده بودی، در قهوه خونه رو بسته بودم. چی شده تعطیل کردیم؟ وقت کاسبی تو جاده نصف شبه. خستم، بچم مریض. ای بابا، صادق کجاست؟ رفته شهر خرید. چی را؟ نیم ساعت پیش با ماشین ابراهام. الان که داشتم میمدم یکی از در قهوه خونه اومد بیرون، فکر کردم صادقه. بابام بود، رفت خونه. چه وقت خرید کردن نصف شبی؟ تو قهوه خونه چی نمونده؟ خیلی وقت ندیدمش. شبونه رفت که صبح خرید کنه، زود برگرده. میشه یه جا بندازی امشب همینجا کف مرگم رو بذارم؟ انگار خیلی خسته ای. چته؟ همیشه تو خرمشهر یک کلمه میرفتی. دیگه نا ندارم، میترسم پشت فرمون خوابم ببره. خوش به حال صادق که خودش از بیابونگردی راحت کرد. تو هم خودتو راحت کن. چجوری؟ زن بگی. برو بابا. کجا؟ برم ماشین خاموش کنم. یه زنی بگیر که بتونه مجبورت کنه دست از بیابون گردی بکشی. میترسم از دستش بدتر بزنم به بیابون. شرج و گرد و خاک با هم قاطی میشن. میدونی مثل چی میشه؟ مثل حموم دم کرده ای که توش قالی تکون بباشن. چند وقت پیش ننم پاپه شده بود واسم زن میگیره، منم زدم به چاک. مگه دختر شیپیش دار؟ نه بابا، زن چیه؟ میخوام یه شاگرد بگیرم. Thank you.
باش. سر کن گریه کنی دلت وا میشه. قاتل هر کی بوده اول اینجا نشسته چای خورده، دستش کثیف بوده، با اون دمال دستشو پاک کرده، یه استکان خالی، پس تنها بوده، شاید خسته بوده یا به هر علتی خواسته شب اینجا بخوابه. زن رفته براش رخت خواب بیاره. دکتر تو این فاصله قاتل به چی فکر میکرده؟ به رخت خواب. زن رخت خواب رو اینجا پهن کرده، قاتل با دیدن رخت خواب وسوسه شده، شاید هم از اول قصد داشته. به هر حال به زن حمله میکنه. معمولا اینجور وقتا زنا برای دفاع از ناخوناشون استفاده میکنن. دکتر هیچ اثری از خون لای ناخوناش بود؟ نه، یه وسیله دفاع دیگه. زنا جیغ میزنن، مردا برای خفه کردن جیغ زن معمولا دهن زن رو با دست میپوشونن. تنها کاری که زن میتونه بکنه اینه که دست مرد رو گاز بگیره. دکتر هیچ اثری از خون روی لبای زن بود؟ نه. چرا از خودش دفاع نکرده؟ لابد دفاع کرده که قاتل بهش ضربه زده. وقتی که جسد رو معاینه می کردم دو ضربه خورده بود، یکی اینجا یکی اینجا. از این دو ضربه کدوم کاری؟ ضربه سوم. اونو هل داده رو تخت، سر زن محکم خورده به دیوار اینجا. علت مرگو چی بنویسم؟ خونریزی مغزی. پس تجاوز کی صورت گرفته؟ بعد از مرگ. باور کردنیه؟ اگه فرض کنیم که اینجا تاریک بوده، بله. قربان وقتی من رسیدم اونجا چراغ قهوه‌خونه خاموش بود. نگفتم تو تاریکی و تو اون وضع روحی قاتل متوجه مرگ زن نشده. چطور متوجه نشده؟ آخه تا مدتی بعد از مرگ تن زن گرم بوده. دیشب کجا بودی؟ شهر. برای چه کاری رفته بودی؟ خرید. خریدی چه؟ خارو بار واسه قهوه‌خونه‌اش. دیشب چه ساعتی رفتی شهر؟ 10:30. با چی رفتی؟ کامیون. وقتی تو رفتی تو قهوه‌خونه کسی بود؟ من بودم. بنویسم قربان. همه رو بنویس. دیشب تا که اینجا بودی؟ گشت شب رو که تحویل دادم، گفتم یه نکپا بیام اینجا. ساعت نزدیک 11 بود وقتی صادق رفت، من اونجا داشتم نماز میخوندم، بعدشم یه چایی خوردم و اومدم بیرون. از جاده که رد میشدم یه کامیون اومد دم قهوه‌خونه واستاد. شب بود، تاریک بود، نتونستم شوپرش رو ببینم. کاش برگشته بودم. تو مالشه؟ مثل پسرم میمونه. من به این قهوه‌خونه پابندش کردم، دخترم رو بهش دادم. ای کاش نکرده بودم. کامیون از اون طرف میمد، از اندیمش کن، از شمال به جنوب. گشت بعدی نوبت کی بود؟ نوبت من بود قربان. از اون طرف شروع کردم. وقتی رسیدم دم قهوه‌خونه کامیون هیچ چیزی نبود. خسته بودم، گفتم برم یه چایی بخورم. بیرون چراغ روشن بود اما توی قهوه‌خونه تاریک بود. گفتم نکنه خوابم. از پنجره نگاه کردم، چیزی ندیدم. بعد جنازه رو دیدم قربان. قربان؟ قربان اول از همه من دیدم.
همه چیز گواهی میده که قاتل دخترت یه راننده کامیونه که از شمال به جنوب میرفته. اگه تو صورتش یا دستش زخمی چیزی خورده بود همین امروز تا غروب برات پیداش میکردم، اما حالا اینجوری پیدا کردنش یه کمی طول میکشه. مگه یه اتفاق کمک کنه؟ اگه رفته باشه طرف جنوب باید تو گاراژا دنبالش کرد، اما کجا ممکنه رفته باشه؟ اهواز، خرمشهر، آبادان، بندرشاپور. اگه تو گاراژا نشه پیداش کرد یه روزی تو این جاده بالاخره سر کلش پیدا میشه. تنها نشونی که ازش هست جای انگشت کثیف روغنیشه. از گاراژه اهواز شروع میکنیم. سرکار بگو اون دیوارم دیگه پاک کنم.